هفته خبر تو خبر خبر داره براتون. از پایان دهه زجر و دست و پا زدن سیدعلی برای غالب کردن نکبت ولایت به عنوان دموکراتیک ترین حکومت دنیا. ببینید اونایی که قبل از انقلاب رو درک کردن، بعد از انقلاب درک کردن، واقعا خوب میفهمن که چقدر تفاوت حاصل شد. من همین یه مثال کوچکش رو عرض بکنم، همین انتخابات. اصلا در قبل از انقلابات، انتخابات قبل از انقلاب اصلا انتخابات معنی نداشت، اصلا نقش مردم تاثیر اینجوری نبود. الان شما نگاه میکنید، مثلا خب یه رئیس جمهور 8 سال رئیس جمهوره، بعد مردم مثلا نگاهشون عوض میشه، رئیس جمهور دیگر انتخاب میکنن بدون اینکه مثلا از بیرون کسی بر اینا فشار بیاره، تحمیل بکنه. اگه فکر کردین که این حاجی تلمبه آخر همه خالی بندی ها رو کرده، سخت در اشتباهی، چون دو جمله بعد آسی میزنه رو میز که خود خمینی هم تو قبر شاخ در میاره. این انقلاب توسط یک مرجع تقلید، یک مجتهد مسلم، یک فقیه، یک عارف، یک مفسر، یک فقیه حرکت دار این حرکت بود، رهبر این حرکت بود که همه مردم هم دیدن، با اینکه با پادشاهان مبارزه کرد و 2500 سال پادشاهی رو از این مملکت قیچی کرد، اما خودش خوی پادشاهی نگرفت. خوی پادشاهی نگرفت؟ دیگه باید چی میگفت که خوی پادشاهی بگیره؟ نباید به خودتون بیایید که دیگه تو روزنامه‌تون غلط‌ها را نکنن. روزنامه‌ها میخوان که من یک وقت صدام در بیاد همشون را ببندم. آرا نمیگیرید؟ مکرر من گفتم بهشون، چرا نمیگیرن جلو روزنامه‌ها را؟ من بگیرم جلوش را؟ حالا برای اینکه این هیولای عمامه‌دار رو به عنوان سفید برفی جا بزنن، تو برنامه جوجه بسیجی ها یه تخصص روانشناسی و بچه داری هم بستن به ریشش. همیشه تصور ذهنی بود که امام شخصیت سیاسی دارن. کتاب رو همین جان فکر کنم نشون بده که بگیر. یه شخصیت سیاسی دارن. اما امروز فهمیدم که امام علاوه بر که شخصیت سیاسی داشتن، یه روانشناس بودن. چون در مورد خیلی از مسائل صحبت‌های کردن، از جمله خانواده، از جمله تربیت کودک، از جمله همسرداری و غیره و غیره. ببینید حضرت امام به تربیت بچه بسیار بها میدادن. یه روز یکی از اقوامش اومد خدمتشون، بچه گریه میکرد، جلسه دوم نیاوردش. حضرت آقا پرسیدن چرا بچه نیاوردی؟ گفت بچه گریه میکرد. ببین چه جمله قشنگی گفتن. گفتن حاضرم ثواب تمام عبادتامو به تو بدم، ثواب یک ساعت گریه را به من بدی. نه چقدر ببین مهمه جایگاه یک بچه. بعضی وقتا میگفتن میرفتیم تو اتاق حضرت امام، بچه‌ها رو دوششون بودن. یه جمله خیلی قشنگی دارن، میگن که آنچه مهم است دختر است، آنچه مهم است دختر است، آنچه مهم است سه بار دختر است. بعد از اینکه با چهره کوکب خانومی امام آشنا شدیم، حالا میریم سراغ چهره سوباسایی امام. در سن خودش حضرت امام یک ورزشکار بودن. تو چه رشته‌ای ورزش می‌کرد؟ ایشون تا روزی که رفتن بیمارستان روزی یک ساعت و نیم قدم می‌زدن. سه تا نیم ساعت مقید بود ایشون که قدم بزنن. قدم زدنشو گفتی، اما مشت سواریشو نگفتی ها. حالا از این همه ورزشکاری چی به پسرش ارث رسید؟ مرحوم پدر منم خب خیلی به صورت حرفه‌ای فوتبال می‌کردن. ایشون گوشه چپ بازی می‌کرد. اون وقتا تعبیر گوشه چپ می‌گفتن. که حالا تقریبا میشه مثلا الان اگه بگیم پیستون چپ مثلا. یا حالا خود بادمجونت چی کار میکردی؟ من تقریبا تا 21 دو سالگی بازی میکردم، ولی هیچ وقت به صورت جدی که بشه نمیشد. به علل متعددی، یکی اینکه خب دیگه تقریبا از 17 سالگی من قوم رفتم و تا بعد یواش یواش دیگه چاق شدیم و وقتی آدم چاق میشه، ولی وقتی آدم چاق میشه دیگه انگیزشم از دست میره. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، دوباره فتیله پاچگیری تو نظام بالا رفته. از یه طرف شیخ فری میگه باید به فکر انتقاد باشیم، هیچ کس به فکر انتقام نباشد، همه ما باید نقد رو بپذیریم. از اون طرف استاد تمساح سر و کلش پیدا میشه و دم کوسه رو گاز میزنه. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. متهم میکنند به بیسوادی، کم فهمی، کج فکری و چیزای از این قبیل.
انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستن، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گوله آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم رو میفروشید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ زهی حماقت. روحانی برای یارکشی تو جنگ جناحی رفت دانشگاه و دست به دامن دانشگاهی ها شد. این هفته رئیس جمهور به دانشگاهیان گفت در شرایطی که افراد به گفته ایشون کم سواد درباره توافق ژنو صحبت میکنن و از اون انتقاد میکنن، ساکت نشینن و از این توافق حمایت کنن. حرف خوبی زدید آقای رئیس جمهور، اما خیلی از اونا میگفتن دلشون میخواد درباره این توافق صحبت کنن، اما چیز خیلی زیادی از اون نمیدونن. آخه هپلی، دونستن یا ندونستنش فرقی نمیکنه. اصل قضیه اینه که نظام به زهرخوری افتاده و تا تهش هم باید بره. یک روز بعد از سخنان توهین‌آمیز معاون وزیر خارجه آمریکا، دیشب وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه با CNN با ادبیاتی تند درباره ایران صحبت کرد. وزیر خارجه آمریکا در سخنان گستاخانه‌ای این رو هم گفت که با توافق گام اول برنامه هسته ایران خوشکانده شد. جان کری باز هم از جمله تکراری همه گزینه‌ها روی میز است استفاده کرد و با گفتن این جمله که ما به رئیس جمهور ایران اعتماد نداریم، کلکسیون ادبیات غیر دیپلماتیک و توهین آمیزش رو درباره ایران کامل کرد. وقتی بعد از این همه شکر خوردن تو مذاکرات این نتیجه به بار میاد، بسیجی ها کورس ریزش میذارن. حالا این کنسرت های بسیجی ویژن قرار جلوی ریزش رو بگیره. بیا دستی تو بالا تا اون آخر، همه ماشاءالله. حافظ کشوریم، از همه دنیا سریم، تا نفس تو سینه است اینو بگو. ترسی نداریم از دشمن و تحریم، مطیع محض ولی امریم. ترسی نداریم از دشمن، از خم ولایت ما همه مستیم. نشون بده سر حالی با همه وجودت. البته این ترانه ها برای وضعیت کنونی سید علی تأثیر مشابه این پتک زدن رو داره. و حالا اطلاعاتی از جدیدترین پروژه های ساخت و ساز در بهشت. میدونید بهشت قرفه قرفه است، حجره حجره، قرفه قرفه، طبقه طبقه است. طبقات بالا بر پایین اشراف دارن، پایینی ها نمیتونن بیان بالا، آسانسور میخواد. اینم یک بینی آخوند با سایز اسمال در حال تاتی تاتی در جاده دجالیت. خب یه وقتای ما یه سری چیزهای خاصه ها داریم از خدای خودمون، یه خاصه ها داریم و اجابت نمیشه. خب اجابت نمیشه، این یه دلیل دیگه داره. دلیلش اینه که خداوند به صلاحمون نمیدونه این خواستایی که اجابت بکنه. مثلا میگیم خداوند به من ماشین بده، بعد فردا اگه ماشین گرفتیم مثلا یه تصادف میکنیم، خدا نکرده مشکلی ایجاد میشه و خداوند این رو به ما نمیده، چون که اون میدونه اگه این کار رو بکنیم عاقبتش چی میشه، ولی ما نمیدونیم عاقبتش چی میشه. اینقدر تو جنگ نرم با ماهواره ریش سید علی اینا چلونده شد که آخرش تو این برنامه رسیدن به گوشه رینگ. این ماهواره هم وسیله بدی نیست، وسیله خوبه، ولی میتونیم ازش استفاده بدم بکنیم. لطفا در گوشه مردم نخونین که فلان چیز خیلی بده، داریم به شعور ملت ایران ما توهین میکنیم، این کارا رو نکنید. من الان 10 سال ماهواره دارم، هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده. گفتن که چرا به درک مردم بی احترامی میکنید؟ باز پیامکی داشتیم با این مضمون، گفتن که مردم ایران
سرا رو از ناسره تشخیص میدن، نیاز ندارن که کسی بخواد ملت رو ارشاد بکنه یا بهشون جبر و زور رو تحمیل بکنه. من احساس میکنم اینجا نباید جواب بدم. یک شنو بینندهی حالا تو قالب پیامک و توی تماسشون معتقدن ما داریم به ملت ایران با این بحثایی که مطرح میکنیم به فهم و شعورشون اهانت میکنیم. به هر حال الان مجرم بنده هستم که متهم هستم به این که این کار رو دارم انجام میدم. و اگر واقعا احساس غالب شما، اکثر شما، بیشتر شما این هستش که این اتفاق داره میفته، مطمئن باشید من از هفته آینده موضوع رو عوض خواهم کرد. از اونجایی که تب ریزش به عراق و سوریه و لبنان هم رسیده، پرده ها رو کنار زدن و برای حال آوردن بسیجی های صادراتی آوردنشون توی این برنامه تا سوتی بدن. در بخش بعدی قراره که گفتگوی داشته باشیم با آقای وائل‌علی که از رزمنده های حزب الله لبنان هستن. چیزی که باعث شده که من برم فارسی یاد بگیرم این است که موقعی که مقام معظم رهبری سخنرانی کنن، راهنمایی کنن، من مستقیما از دهن آقا بشنوم و مطلب رو بگیرم. دیگه با واسطه و مترجم و ترجمه و اینا دیگه اصلا نگیرم مطلب. رهبران ما از شیخ راغب حرب بگیرید تو سید عباس موسوی که دبیر کل حزب الله بودن که شهید شدن، تو سید حسن نصرالله، این همه این سه رهبر حاضر بفرمایید همشون دست پرورده این انقلابن، همشون شاگردان امام خمینی هستن، شاگردان مکتب زمین رهبری هستن. امسال مثل هر سال برای جمع کردن گله های ساندیس خور تیبریش کلکسیونی از ساندیس فروش ها رو جمع کرد توی یه آگهی شترگاف پلنگ تا همه را تحت تاثیر قرار بده. فردا روز پرکاری برای همه رسانه ها خواهد بود. سلام ای فردا میدهد فردا تولد دو روز حل خود، اما هرچه بود رنگ گردش آمدیم و سالهای گذشته صدایم بر سینه بر برگ درختانش گینه بیسیم ترور تهدید و فشار تهمت و ظلم و قلدری و حالا می شکنم سینه طالدار وجود دارد تورم آزار میدهد دلداده امام نانو لد مهو قادسی و اتفاقا این آگهی کار خودش رو کرد و حسین دوربینی رو کشون توی صحنه، طوری که دیگه از کادر دوربین بیرون نمی رفت. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما ملت بزرگ. علاقه دارم تصویرم بیاد به حرفه شما خیلی علاقه دارم خیلی یه تصویر پخشه علاقه داری؟ آره شب میشینم خودم تمام بخشگاه خبر نگاه میکنم واسه اونه که الان شاید نگاه بکنن چه حرفی داری؟ خیلی علاقه دارم میگم راه من ادامه میگی چی؟ راه من ادامه بدم. همه جور تقلید صدا دیده بودیم الا تقلید اگزوز، تازه اونم سمعی بصری.